سلام عرض می کنم، درود بر علی جان فرامرزی. ما بعد از چند سال، تقریبا بیشتر از 50 سال، یه فرصت پیدا کردیم دوباره بشینیم با هم حرف بزنیم. هم دیگر پیدا کردیم در حقیقت، هم پیدا کردیم از اون موقع ها که اون موقع ها که با نیمای عزیز میشستیم سه نفری حرف میزدیم، یه 50 سالی گذشت. ولی من این مقاله شما رو که در مورد چیز ناظر ذهنی که خوندم، و بعد اون دومی که اولی بود برای خودتون، هویت رو فرستادین، من این دوتا رو که خوندم اتفاقا برام خیلی جالب بود یه صحبتی با هم داشته باشیم. برای اینکه بذارین از اول از سمت چیزش بگم، از جنبه تجربیات اول از تو هر دوتاش، چیزی که کیف کردم این بود که بیس همه صحبت‌های شما تجربه بود و اینکه زیاد حوصله بحث‌های نظری نداری. خود این با قول من رو تو خیابون منه، تو راست کار منه، منم حوصله بحث نظری ندارم. میگم اگه از اون خیابون رد شدی با هم حرفشو بزنی، بیشتر برای من اونجوریه. این هر دوتا کار یه جنبه خیلی جذابی که برای من داشت، هر دوتاشو که میخوندم، یکی همین این بود و یکی هم این که شما به تمام ابعاد مختلف زمینه‌های جامعه شناسی، روانشناسی، اونا رو هم اشاره کرده بودی، ولی در نهایت تجربه رو پایه کارت داشتی. دقیقا اون چیزی بوده که برای من بوده تو این 45 سالی که من تو یوگا بودم، و چیزی که خیلی برای من جالب بود اون قسمتی بود که شما در مورد هویت صحبت می‌کردی. یه یوگی هستش توی الان، خیلی هم خوشبختانه، قدیمای یوگی اگه یه جا حرف میزد مثلا 10 نفر گوشش میکردن، حالا به خاطر موهبت همین تکنولوژی و اینا، الان این سادگورو اگر صحبت میکنه یه 8 میلیون نفر میشنونش، 10 میلیون نفر صحبتش. یه صحبت جالبی میکرد، میگفتش که ما در تردیشن یوگا وقتی بچه ها میامدن پیش ما که بهشون آموزش بدیم، قبل از اینکه آموزش معمولی بدیم، یک کاری که میکردیم اینا رو دعوتشون میکردیم، بچه ها رو میبردیم آموزششون میدادیم که از هویت فردی با هویت به حساب یونیورسال یا جهانی و جهان شمول آشنا بشن و جایگاه خودشون رو در رابطه با تمام هستی بشناسن. بعد از اون تازه بهشون سواد یاد میدادیم. و هم میگو بیس این که این کار که ما میکردیم، بیس این کار بر اساس این بود که خب همه ما میخوایم خیلی به حساب باهوش باشیم، نمیدونم ذهن شارپ و تیزی داشته باشیم که بتونه همه چی رو خوب باهاش برخورد کنه. توی یوگا به اون میگن بودی، مینویسن بودی. بعد بودی، همه میخوان یه ذهن بسیار روشن شارپ قوی داشته باشه. بعد از اون طرف میگفتش یه قسمت دیگه هستش که بهش میگیم آهانکارا. آهانکارا همون هویتیه که به یه طریق هویتی که شما اشاره میکنی. بعد اون میگفتش که خیلی خوبه آدم یک ذهن خیلی شارپ داشته باشه مثل یه چاقوی تیز، ولی دلت میخواد دست یه در اختیار دستی باشه که این دست هم ماهر باشه هم نلرزه. اون وقت هویت رو اون دست قویه که میدونه داره چی کار میکنه با این ابزار ذهن خیلی روشن و تیز، اون وقت میگه این میشه یه انسانی که یک دیدگاه جهان شمول داره و دنبال خواسته های محدود من، چی میگن، ایگوی محدود خودش فقط نمیره، هر تصمیمی که میگیره با در نظر گرفتن اینه که من چی کار میکنم و تأثیرش رو باقی چیه، به جای اینکه خودشو از دیگران، انسانها، از حیوانات، از
طبیعت و باقی چیزها جدا بدونه، خودش رو تو مجموعه میبینه. بعد این دوتا رو که من داشتم میخوندم دیدم واقع هر دوتاش هم جنبه هویتی که شما اشاره کردی، و بعدم ناظر ذهنی. من خیلی حرف زدم، بعد در مورد ناظر ذهنی هم حالا کلی حرف دارم، ولی شما یه ذره بگو علی جان. من اینقدر چی میگن هیجان زدم که ما داریم صحبت رو میکنیم، زیادی گفتم. بگین عزیز جان. من اول سلام میکنم به همه بیننده ها یا شنونده های احتمالی که خواهیم داشت، و خیلی خوشحالم امان جان که بعد از 40 و چندین سال ما دوباره هم دیگر پیدا کردیم و چقدر با هم همسخن هستیم واقعا. و این نکته هایی رو که الان گفتی برای خود منم تازگی داشت و ممنونم که متوجه این مسائل توی این نوشته ها شدی، یا به هر حال در اون دیدگاه کلی که خودت این همه سال دنبال کردی به دست آوردی و ما میتونیم حلوش اینا با هم صحبت بکنیم. من همونطور که میدونی خب چندین سالی که گاهن توی روزنامه های مهم ایران مینویسم، و این تجربه‌ای که گفتی از اونجا به من منتقل شد که دیدم خیلی از چیزهایی که ما فکر میکنیم خیلی فردیه و فقط ممکنه خودمون دستاوردهای خودمون یا ذهنیت خودمون باشه، چقدر جمعی اتفاقا و چقدر آدم ها به هم نزدیکن از این نظر، و چطور دیدگاه ها رو میشه به هم دیگه نزدیک دید و نزدیک کرد اتفاقا. و سخن اگر همون ضرور مسئله معروف خودمون از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. نکته دیگه هم که تو صحبتت اشاره میکردی در خصوص تجربه، برای اینکه خب منم واقعا سواد آنچنانی ندارم که بخوام از زاویه اطلاعاتم به موضوع نگاه کنم. من یه تجربیات هم شخصی داشتیم که طی اون سالهایی که خودت هم میدونی ما یاد گرفتیم که با این تجربیاتمون روبرو بشیم، اینا رو تحلیل کنیم برای خودمون، بررسیشون کنیم، یا به قول عرفا نظارت و ناظر باشیم بر اونها. این ناظر و شهود بودن بر اونها، خب به هر حال خود به خودم این تکلیف رو سر راه آدم قرار میده که خب بذاریم تجربه رو با دیگرانم در میون بذاریم، محک بزنیم. و وقتی در میون میذاری و بررسیش میکنی و راجع بهش بیشتر کنجکاو میشی، خیلی مواقع تجربه های جدیدی پیدا میکنی، مثل همین گفتگویی که الان من دارم با شما. و خیلی مواقع خوشحالی که میبینی چقدر همسخن و همدلی با دیگری. منم در این پروسه ای که این مطالب رو به هر حال می نوشتم و دنبال می کردم و منتشرش هم می کردم هر بار توی روزنامه ها، و یه چند تایی هم من ویدیو راجبش تو ایران داشتم که راجب این مطالب توش همینطور صحبت و گفتگو شده بود، و حتی یه شبی هم تو کلاب هاوس راجبش صحبت شد و اینها. و خب خیلی خوشحال می شدم وقتی که هم سخناشو هم دلاشو پیدا میکنه. خیلی نکته ها رو من تو همین گفتگوها به دست آوردم واقعا، بدون اینکه بخوام تواضع کنم خیلی چیزا یاد گرفتم و نکته هاشو پیدا کردم و متوجه شدم خیلی مواقع که بخشایی بوده که من بی اطلاع بودم یا در دسترسی بهش نداشتم و دیگران چقدر خوب دریافتن اونا رو و یاد گرفتم در حقیقت ازشون. اینا اینش که این گفتگوها با قول مولانا آدم وقتی منتشرش میکنه به خودش برمیگرده و آدم هم خودش رو ارضا میکنه از نظر ذهنی، اقناع میکنه، و هم اینی هم که به هر حال
میآموزه که بیاموزه، میآموزه که بیاموزه واقعا. و من چقدر خوشحالم که میبینم تو با اون تجربه های گسترده که تو زمینه تخصص خودت و یوگا و اون مسائل که این همه سالی که ما اصلا بیخبر بودیم داشتی، الان آمدیم و در برابر هم چقدر هنوز هم سخنیم با هم دیگه. و من خوشحالم که به هر حال اگر حرفی و یا نکته‌ای که اون نوشته ها گفته شده اینها خیلی بی اساس نبوده و واقعا هم از سر تجربه بود. حالا هر کسی هم تجربه شخصی خودش رو داره، ممکنه اینا در خیلی از افراد جور دیگه اتفاق بیفته یا قابل قبول نباشه و در بعضی ها ممکنه باشه و یا بهترش و کاملترش هم باشه. به هر حال من خوشحالم از این اتفاقی که افتاده، خیلی ذوق زدم و بریم جلو ببینیم که چه پیش میاد. حتما من این قسمت در مورد ناظر ذهنی عملا من اولین به قول معروف یک کسی که از صفرم حتی سر کلاس یوگای من میاد، اولین چیزی که باهاش صحبت میکنم اینه که توجه کنه به بدنش، به ذهنش، به احساسش و ببینه بدنش چطوره، ذهنش چطوره، احساسش چطوره. خب اگه ما یه ذره بخوایم بریم عمیق‌تر قضیه رو نگاه کنیم، اونی که داره اینا رو نگاه میکنه کیه؟ از همون لحظه اول افراد دارن یاد میگیرن که مشاهدگر خودشون، بدنشون، ذهنشون و احساسشون باشن. بله بله دقیقاً. و این اولین جاییه که تازه این، اگر بخوام یه مقایسه چیز بکنم برای اینکه آدم عملی بودن این رو قشنگ حس کنه، من یادم سال اولی که مدرسه کنکور میرفتم که برای دانشگاه هنر زیبا و اینا می‌خواستیم امتحان بدیم، برای اولین بار که پرسپکتیو داشتم اونجا، یا پرسپکتیوی که تو اونجا درس میدادن، برای اینکه بعد دیدم که ببین تجربه یه چیزه، حالا این تجربه رو چجوری می‌خوای بیان کنی، باید زبون و مهارتش رو یاد بگیری که بتونی این کار بکنی. و یاد گرفتن پرسپکتیوه نه تنها کمک میکرد من برای دیگران بتونم اون چیزی رو که دیدم بکشم، بلکه برای خودم حالا وقتی داشتم به دنیا نگاه میکردم تمام پرسپکتیو رو تو دیدگاه من حالا داشت جا میفتم. چنان که شما یه اشاره هم کرده بودی به منزل پدری، اگر شخص برمیگرده یادم، من قشنگ مثلا منزل عمم رو در مشهد به یاد میارم که اون موقع نم معماری خونده بودم، مثلا 6-7 سال 10 سالم بود، تمام نقشه اون خونه یادم بود. ولی زمانی که نقشه کشی یاد گرفتم میتونستم اون چیز رو که یادم بود حالا بکشم. بله. حالا این ناظر ذهنی هم که شما اشاره کردی، ما از توی یوگا اصلا محکومیم برای اینکه بتونیم بفهمیم شرایط. اولا من اصلا تو بدنم هستم یا نیستم، برای اینکه بفهممش باید کی کار کنه؟ اون ناظره داره کار میکنه. اون داره میبینه که من نمیبینم، اون داره میبینه که من حواسم نیست. و شما هرچی میخوای به این اضافه کن، چون من اگه بندازم همجور میرم بسید. البته من چون به هر حال حوزه کار حرفه‌ایم هنر و نقاشی هستش، بیشتر تو حوزه هنر به این قضیه پرداختم. تو خب با دیدگاه گسترده تر و بازتری که داری خوشحالم که داری بهش اینطور گشایش میدی و این رو بازش میکنی. من آره تو اونجا در حقیقت معتقدم یا نوشته که ناظر در بچه تعیین کننده تو خلق اثر هنری، و تلاش کردم که با خیلی ساده ترین گفتار و روشن ترین بیان و مثال ها این رو بگم که اون احساسی رو که هنرمند انتقال میده به عنوان اثر هنری و ازش محصول در میاره، چطور این اتفاق میفته. و اتفاقا
همونجا من تو ایران با چند تا از دوستان عزیزی که داریم، حالا لزومن اسمشون رو نمیارم، شاعر، نویسنده و اینا افراد خیلی مهم و مشهوری هم هستن، نقاش، اینها این بحث و این موضوع رو مطرح کردم و خوشبختانه دیدم که تمامشون تایید میکردن و میگفتن اونهاییشون که خب خیلی آدم های تیز و ذهن همونطور بنابرای گفته تو ذهن تیزی داشتن و معلوم بودش که با این قضیه در درون خودشون آشنا هستن، تایید میکردن که همینطور هم هست. یعنی در حقیقت هر چه استاد ازل گفت بگو میگویم، به قول حافظ هر چه استاد ازل گفت بگو میگویم، در پس آینه توتی صفتم داشتم، آن چه استاد ازل گفت بگو میگویم واقعا. و خب این خیلی برای من در طی سالها کنجکاوی برانگیز بوده که واقعا چه اتفاق در ما میفته، واقعا یه اثر هنری چطور خلق میشه، در ذهن هنرمند چه اتفاقی میفته. چون یه بحث خیلی مهمی که هستش که منم باز جای ندیدم این بحث رو مطلبش، البته من ندیدم، نه اینکه نشده، حتما شده، چون تو به حوزه فلسفه و هنر و جامعه شناسی و اینها خب تلاشای خیلی زیادی شده. اگه آدم چیزی رو نمیدونه معنیش این نیست که اون اتفاق نیفتاده، من نمیدونم. ولی به این که یک اثر هنری وقتی میخواد خلق بشه، به هر حال یک پروسه ای رو میگذرونه، یک طول زمان داره، یه دفعه که خلق نمیشه. ممکنه یک جرقه یا احساس اولیهی به آدم دست میده، خیلی گند و کلی و هنوز ناشناخته، و همون ناشناختگیش آدم رو میکشونه، کنجکاو میکنه و میکشونه به سمت خودش. ولی به هر حال این تا تبدیل به یک اثر بشه، تبدیل به یک واقعیت عینی بشه، یک طول زمانی رو طی میکنه. خب در این طول زمان در ذهن هنرمند چه اتفاقی میفته؟ آیا تمام این مدت هنرمند در یک جهان دور از واقعیت خیلی ذهنی ماورایی، آیا در متافیزیک طی میکنه؟ پس یه اتفاقایی داره میفته دیگه، و این اتفاقا آیا میشه روی حس هنرمند از این اتفاقات حس برنخیزه و اون حس در کار هنرمند تاثیر نذاره؟ خب اگه این طور هست که به نظر من هست، به تجربه عینی من هستش، این چطوری این پروسه طی میشه و آیا شناخت این و خودآگاهی بر این میتونه کمک بکنه یا میتونه اصلا کمک نکنه، حتی مانع بشه، شاید هم مانع بشه اصلا. و اگر میتونه کمک کنه به چه شکلی میتونه کمک کنه، اگر مانع ممکنه بشه به چه شکلی میتونه مانع بشه. به هر حال اینا سوالایی بوده که این سالها من مثل خیلی های دیگه درگیرش میشه، آدم درگیرش هست و بایدم بشه. و به هر حال نتیجهش مختصر و مفیدش تا حدی همون چیزایی شدش که تو هم خوندی و اینها. حالا بازم من در خدمت تب من اتفاقا این نکته که شما اشاره کردی که هنرمند یک انگار یک الهامی براش میاد و بعد اون رو بر اساس توانایی ها و مهارت هایی که داره اون رو بیان میکنه، حالا اگر رقص، موزیک یا نقاشی یا مجسمه است. میخوام همین مبحث شما رو چند تا جنبه مختلفش، یکی من یادم همون موقع تو دانشکده و تو تمام مدارس همیشه اشاره میشد آقا برین اول تکنیکو درست یاد بگیری، چون اگه تکنیکو درست یاد نگیری نمیتونی خوب بیان کنی. و الان من میفهمم که چقدر این نکته مهمه که ما
تکنیک رو کاملا یاد بگیریم، حالا میخواد یه پرسپکتیو درست باشه که میخوام بکشم یا یه پورتره دارم میکشم، حداقل اینو قشنگ بتونم بیانش رو یاد گرفته باشم. این همینو من توی چیزای علمی میبینم. اگه ما تاریخ چیزای علمی رو ببینیم، همون موقع که مثلا مارکونی داشت رادیو رو معروف شد که رادیو رو چیز کرده، همون موقع چند تا دانشمند دیگه هم رو همون کار میکردن و همون نه به همون نتایج رسیده بودن، ولی مارکونی بود که تونست هم دقیقتر هم سریعتر به نتیجه برسونه، به اسم اون تموم شد. چنان که مثلا فرض بگیر رو این، چون این روزای فیلم اوپنهایمر هم بیرونه، روی قضیه اتم هم خب یک عالمه دانشمند داشتن این ور اونور کار میکردن، ولی امریکایی‌ها با پول زیادی که توش ریختن و با تمام دانشمندایی که کنار هم جمع کردن و هم مهارت‌ها رو کنار هم آوردن و اینا، تونستن اونو ببرن جلو. حالا نکته‌ای که مهمه که همون شما هم تو مقالتون اشاره کردی این بود که بین اون جایی که شخص ایده رو داره تا بخواد اجرا بکنه، اون خودش یه بخش خیلی مهم قضیه است که بتونه هم اون انرژی ایده رو نگه داره و هم تداوم این که بخواد این ساخته بشه و به نتیجه برسه. حالا یه ممکنه مستش اصلا اینجوری بگیم، شاید ایدهه به خیلی ها میاد، خیلی ها ایده رو میگیرن، ولی طرف اصلا نقاش نیست که بکشه. یکی دیگه طرف مجسمه ساز نیست که بسازدش، موزیسیانی نیست که بتونه به صورت موزیک بیانش کنه. یکی دیگه هم جنبه علمی اومده به ذهنش، ولی خب اصلا هیچ ابزار علمی نداره که توضیحش بده. یعنی این اتفاقا شاید بشه گفتش که درست مثل یک چی میگن، مثل یه رادیو یا تلویزیونی که داره همطور امواج رو میفرسته، ولی کیا گیرنده مناسبی هستن که هم بگیرن و هم درست به یه نتیجهی برسونن که دیگران بتونن شاهدش باشن. دقیقاً همونجا. ببین من هم مثل تو فکر میکنم که اتفاقا یکم افراطی ترم تو این زمینه هستم، یعنی فکر میکنم که همه ی آدم ها ایده دارن. دقیقاً. نمونه سادش همینیست که همه خواب میبینن، همه خلاقیت دارن، یعنی تو خواب تجربیاتشون، گذشتهشون، احساسشون، تاریخشون به شکلای خیلی سمبولیک، به شکلای خیلی پیچیده، با سناریوهای خیلی بدی ظاهر میشه. ولی اینها همونطور که خیلی خوب اشاره کردی، اینها نمیتونن این رو بیان بکنن و ابزار بیان رو ندارن، که خب البته حالا اونم قابل بحثه. خیلی مواقع ترسی هستن، ترس از گفتنه، ترس از اشتباه کردنه، ترس از مورد ایراد قرار گرفتنه. من بذار یه تجربه شخصی بهت بگم. یادم اون اوائل که من شروع کرده بودم به نوشتن مطالب برای بعضی از روزنامه ها، یکی از همکارای خیلی با تجربه منو دید و گفتش که علی دیدم مطالب گاهی یه چیزایی تو روزنامه می نویسی. گفتم آره یه چیزا به ذهنم میاد خوب می نویسی. گفتش اکی تولا تو نویسنده شدی با یه حالتی که یعنی حالا این کارا به تو نمیاد اینا. گفتم ببین فرض بگیر که من یه آدمیم که لکنت زبون دارم، حالا من اگه لکنت زبان دارم حق حرف زدن ندارم؟ بیولوفو خب حق حرف زدن دارم دیگه، ولی با لکنت حرفمو میزنم. حالا دلوقتي. اون که بهتر از من حرف میزنه، لکنت رو نداره، روونه، سخنران خوبی هم هست، اونم بیاد حرفشو بزنه. دقیقا من چیزی میگم خب ایراد داره، ممکنه داشته باشه، ابتدایی باشه، نمیدونم ناشیانه باشه، دیگری بیاد بگه، دیگری بیاد رد کنه، بیاد بحث کنه، اگر قابل بحث هم نمیبینه بیاد نظر خودش هم بگه. چه اشکالی، چرا ما میترسیم از این که با لکنت حرف بزنیم اصلا؟ و همیشه هم همین به ذهن موقع برای خب کار اصلی من که این نبوده، که من کار دیگه ای میکردم،
ولی همیشه فکر میکنم خب حالا حیفه، به هر حال اگرم ناقصه، اگرم ناپخته است، اگرم ادبیات خوبی نداره، عیبی نداره، این تجربه است، بس ما میگیم حالا دیگران بیان بهترش رو بگن، قشنگترش رو بگن، پخته تر. به هر حال منظور این که به بیان این اونچه که تجربه های انسانی هستش باعث میشه که خود به خود ذهن ما هم نظم پیدا میکنه، ذهن ما هم منسجم میشه و به خودآگاهی ما خیلی کمک میکنه. من همونطور که قبلا گفتم خیلی از این مواقعی که می نوشتم و اینها خودم بیشتر می آموختم واقعا، یعنی خودم مجبور می شدم پاسخ خودم رو بدم، پاسخ چراها رو بدم، و این پاسخ چراها رو دادن باعث می شدش که خب خودم بهتر به خودم بتونم کمک بکنم و بر این مسائل یه مقدار اشراف بیشتری پیدا بکنم. در خصوص ناظر ذهنی هم واقعا من فکر میکنم که اگر این موضوع گفتگو مورد بحث و گفتگو قرار بگیره بیشتر و عمومیت یعنی پیدا کنه، سعی نشه فکر کنین که حالا یه نظری هست یا نظریه هست یا یه چیزی هست شخصی و برای عده خاصی و اینا، بلکه درک بشه که این چقدر واقعیت عینی هست، چقدر واقعیت اینجا و اکنونیه واقعا، و چقدر میتونه به نظر من فکر میکنم تو همین نوشته ها باشه اشاره کرده باشم که چقدر میتونه به جوانها کمک بکنه. برای اینکه همانجا خودت خوب اینو میدونی که چون تو فضای فرهنگی و هنری بودی، خودت میدونی خیلی از جوانها در یک پروسه ها، در یک مقاطعی اینها دوچار این شک و تردید میتوانم یا نمیتوانم یا چگونه باید کار بکنم میشدم، و خب اگه اینها قبل این آمادگی و آموزش رو دیده بودن که آقا یه چیزی در درون تو هست که این مدام جا عوض میکنه، مدام دستورات متضاد به تو میده و مدام تو رو با باید و نبایداش ذله میکنه. من تو میدونی که من نزدیک به بیش از 45 سال آموزش دادم واقعا، و اتفاقا چیزی رو که دیدم این بودش که دانشجوهای هنر در سالهای آخر دانشگاه دوچار این مشکل میشدن که میتوانن یا نمیتوانن. این استاد یه چیزی گفته، 6 ماه بعد، سال بعد یه استاد اومده یه چیز دیگه گفته، سال بعد یکی اومده یه چیز دیگه گفته، یا در ظرف یه سال 5 استاد 5 روش یا نظر مختلف دادن، و خب خیلی از اینها در آخر این سالها اتفاقا در پایان این دوره ها دوچار مشکل چه باید بکنم و چگونه باید بکنم می شده. و خب اگر اینها اشراف داشتن، میدونی که هر چقدر خودآگاهی آدم بر ناظر ذهنیش بیشتر میشه، شدت و حدت اون ضعیفتر میشه، هرچی شناخت آدم نسبت به اون و اشراف آدم بیشتر میشه، اون زور و اون قدرت دیکتاتورانه ای رو که اون اعمال میکنه ضعیفتر میشه خواه نخواه، و حتی اقلش نیست که آدم میدونه که چه چیزی داره در پس آینه توتی صفتش داشته است واقعا. اولاده، حالا شما یه نکته رو اشاره کردی، چون منم در این 35 سال گذشته توی ورکشاپ ها اینو بارها دیدم که برای خیلی از ما آدم ها صدای قالب، نه خود از نظر من ناظر ذهنی یه وجوده و یه صدای قالبی است که ما به اون بیشتر گوش میکنیم و این صدا با اون صدای ناظر در تضاده و ما رو میبره تو تضاد، که اون صدای ایگوه، اون چیزی که من از طریق خانواده، آموزش، مدرسه، دانشگاه، اینور اونور، خاله، عمه، دایی
چی درسته چی غلطه، نوعی که بارآورده شده شدم و یه بخش وجودی خودم که داره اون فریاد میزنه که آقا تو این نیستی، تو کارهای دیگه میتونی بکنی، تو توانایی‌های دیگه داری، اون اصلا انگار ما صداشو نمیشنویم. و چقدر مهمه همونطور که شما گفتی جوونا رو بتونیم خیلی زودتر بهشون بگیم که آقا این صداها رو جدا کن، یاد بگیر که کدومو بیشتر گوش کنی، کدومو میتونی ادارش کنی. و چقدر زندگی تجربیاتش اصلا متفاوت میشه. یعنی اگر بگیم طول زندگی داریم، عرض زندگیمون چقدر زیاد میشه فقط به خاطر همین جدا کردن این و شروع کردن این که من یه چیز، یک سری صحبتهای رو روی اینستاگرام دارم میذارم به اسم زبان بدن، ذهن و احساس. دلیلش هم اینه که من متوجه شدم اکثر ماها آگاهی نداریم که تو بدنمون داره چی میگذره، تو ذهنمون چی میگذره، تو احساسمون چی میگذره. و خیلی همون همینجوری آکبند استفاده نکردیم از این تواناییامون. و بعدم مونده خب چرا مثلا تو این سن من کلی اشکال تو بدنمه یا کلی دیپرشن و اینا دارم، به خاطر اینکه این زبونه رو یاد نگرفتم. بعد جالبه که البته توی تاریخ ظاهرن من با یه نگاه کلی و خیلی محدودی که کردم توی این بخش‌های مختلف، چون دنبال این جوابه بودم، به هر حال خیلی طول تاریخی داره پرداختن به این مسئله. مثلا ما توی چیز یه بحثی هست به اسم نفس ناطقه که به همین چیز که الان شما داری میگی اشاره میکنی، یعنی این که ما یک نوع نفسی رو قائل بودن، در قدیم بهشون گفتن نفس ناطقه، امروز ما ممکنه بگیم ناظر ذهنی یا بگیم هر اسم دیگه، و اون گفتگویی بوده که مدام در درون شخص اتفاق میفته. و خب این گفتگو برای من جالب بودش که در پروسه هنری این گفتگو چگونه اتفاق میفته و چه تأثیری تعیین کننده خواهد داشت، و اگر ما بهش خودآگاه بشیم چقدر میتونیم خصوصا تو سنین جوانی زودتر خودمون رو از زیر بار این ناظر ذهنی یا این گفتگوی درونی یا این دیکتاتور درونی خودمون رو زودتر بیرون بکشیم. چون میدونید توی هنر یکی از بحث‌های خیلی مهم به استقلال هنری یا زبان شخصی خود رسیدن یا به خود رسیدن در حقیقت هستش. و این چه بسا هنرمندایی که تا پایان عمرشون در آرزو این بودن که بتونن به اون شخصیت و فردیت هنری خودشون دست پیدا بکنن، خیلی هاشون هم موفق نشدن. دقیقاً. و خب اگر که این خود آموزش عمومیت پیدا بکنه و افراد بتونن ازش در عمل به طور عملی، نه به عنوان یک تئوری، نه به عنوان یک فقط بحث نظری، در عمل به دردشون بخوره و بهشون کمک بکنه، چقدر زودتر میتونن مستقل بشن و چقدر خودآگاه‌تر میتونن کار بکنن و اشراف پیدا کنن به اون چه که داره هدایتشون میکنه. چون مثلا سالها یک جوان ممکنه زیر چتر گفتگوهایی که استادش معلمش کرده همچنان بمونه، و در مواقعی که این داره کار میکنه اون تصویر استاد به اضافه اون حرفها و به اضافه نیازهای خود اون شخص که در قالب پیکره اون استاد ظاهر میشه در حقیقت و به اون شکل میده، این گفتگویی که اونجا در ذهن این داره اتفاق میفته و اون باید و نبایدهایی که هی داره قضاوت میکنه اون چرا که این
هنرمند داره انجام میده، هر چقدر بیشتر خودآگاه بشه به این، طبیعتاً حداقلش اینیست که میدونه که کی داره باش گفتگو میکنه، این از کجا میاد، این شک، این تردید یا این تغییر، حتی این چنگانگی در این پروسه طی کردن تا اثر هنری کامل بشه از کجا میاد و چگونه درش به این گفتگو داره شکل میگیره و چه تاثیر عینی داره، چه تاثیر عینی داره روی کارش. یه چیزای عجیبی آدم در عمل متوجه میشه. مثلا من متوجه میشدم که یه روزایی که حالم خوبه یا در حقیقت چه با قول مولانا چه عروسی است در جان که جهان ز عکس رویش چون دست نو عروسان تر و پرنگار باده، واقعا چیا گفتن. و خب بعد من دیدم حتی من چرکترین رنگارم که رو کارم میذارم این رنگ شفاف و خوش جلوه است و برعکس روزایی که حال خوبی نداشتم یا درونم خوب نبود رنگ شادترین رنگارم میذاشتی آخر چرکش میکردی، آخر خرابش میکردی یا به هر حال خفش میکردی. خب این تا این حد تعیین کننده، تا این حد میتونه تأثیر مستقیم داشته باشه برای یک هنرمند. به خاطر اینکه همتون نوشته من گفتم هنرمند فرقش با بقیه افراد، البته تو هم یه اشاره خیلی خوبی بهش کردی، این هستش که اون حسی که بهش دست درش ایجاد میشه مستقیم روی محصولش تأثیر داره، چون محصولش اصلا از اون حس برمیخیزه. و هر چقدر هنرمند در یک قالب ایده فیکس باشه و تو یک قالب مشخصی کار بکنه و با قول بیان هنری در یک سبک مشخصی فقط کار بکنه، با این حال باز اون حالش، اون احساس درونیش روی کارش، روی محصولش به طور مستقیم تأثیر میذاره. فرقش اصلا با بقیه افراد هم همینه، برای اینکه بقیه افراد خب اون گفتگو، اون کنشا و واکنشای درونی مستقیم رو کار روزانهشون که تأثیری نداره، اون کارشون رو میکنن به هر حال. حالا ممکنه تو برخورد با مردم مثلا یه روز حالش خوب باشه یه جور باشه، یه روز حالش بد باشه حوصله نداره، ولی در نهایت کارشو پیش میبره. ولی هنرمند نیست، اصلا برای همینم هنرمنده و برای همینم مهمه محصول هنری، چرا که امروز با تحلیل آثار هنری در نقد هنری مدرن پی میبرن به دوره‌های کاری که هنرمندا کار کردن، پی میبرن به عوامل روانی اما عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی و بقیه فاکتورهایی که میتونه روی ذهن انسان تاثیر بذاره. دقیقا الان این نکته ای که شما اشاره میکنی من الان به ذهنم میاد که ببینید همون زمان که فروید و یونگ و نیچه تو فلسفه، فروید و یونگ این طرف و همزمان اونا تغییراتی که داره تو زمینه‌های فیزیک نیوتونی و فیزیک اتمی و فیزیک کوانتومی داره اتفاق میفته. وقتی نگاه میکنی میبینی اینا از همدیگه اصلا جدا نیستن. و اون وقت چجوری نقاشا اون مدرنیزمی که یهو از یه جای شروع میکنه اومدن تو نقاشی با کشفیاتی که توی اتم داره اتفاق میفته، اینا چقدر همه با هم انگار یک خرد جمعی داره میره جلو، هنرمند کار خودشو داره میکنه، دانشمند کار خودشو میکنه، هر کدوم دارن کارشون رو انجام میدن. و چقدر امان جا شما، اگر من یه وقتی رو این موضوع کم وقت میذاشتم و دقت میکردم و دنبال میکردم، من یکی از مکاتب خیلی جذاب برام توی نقاشی کوبیسمه. کوبیسم به خاطر
این چند وجهی نگاه کردن و بیشتر و این نگاه غیر متمرکز فیکس تک بودی. و وقتی دقت می کردم همونطور که الان خیلی خوب تو گفتید می دیدم درست در مقطعی اتفاق چند بودی افتاده که اون تک نگاهی و اون نگاه خوب و بد مطلق، اون مطلق زدگی که تا قرن 18 و اینا دامنگیر فلسفه و دامنگیر جهان بینی ها و اینها بوده سست میشه و نگاه چند بعدی یا هویت های چند بعدی شکل میگیره و کم کم باور میشه و دنبال میشه. و درست در همون مقطع من میبینم که کوبیسم اتفاق میفته، یعنی یه فیلسوف نقاشی مثل سزان میاد درگیر این ماجرا میشه که آقا ما یک واقعیت رو وقتی اینجا میذاریم بستگی به این که ما از چه زاویه به این واقعیت نگاه کنیم این واقعیت میتونه تغییر بکنه. یعنی اگر من ناظر، که این بحث در بحث ناظر خیلی بحث مهمیه تو هنر، تو هنر تو نقد مدرن خیلی بحث مهمیه و جذابیه واقعا و خیلی تو روانشناسی پنداموزه واقعا، که آقا من ناظر اگر زاویم رو عوض کنم واقعیت رو گونه دیگری میبینم. و یادم خدا بیاموزه دکتر پرویز فروردین رو که شما داری باش و اینها، یه شعری داشت که شعرم میگفی شد میگه چه تفاوت که فلان فاحشه یا راهبه است، چون ندانیم که بر مسند دیوان باشد. یعنی این که این رو چه قضاوتی هست، چه جایگاهی داریم بهش میدیم، بستگی به جایگاه اون قضاوت کننده قاضیه داره. حالا این همین رو مثلا سهراب هم میگه، شاید نسب هم بزنی فاحشه در شهر بخارا برسد، مهم نیستش که من چگونه به اون نگاه بکنم، آیا من سرشکسته باشم از این نسب یا نباشم مطرحه. یعنی این که برای همینم تو بحث ناظر به عنوان بیرونی، حالا اون ناظر ذهنی نه، چون ما دو تا ناظر رو من توی اون نوشته ها راجع به دو تا ناظر صحبت میکنم، در بحث اثر هنری امروزه نقش ناظر به عنوان دریافت کننده اثر هنری و تأثیر پذیر اثر هنری نقش بسیار تعیین کننده یه. یعنی اینکه خود ناظر چگونه باشه یا چگونه هست و چه دریافتی رو میتونه، چه برداشتی و چه تأثیری رو میتونه از اثر هنری بگیره خیلی مهمه. در حقیقت قاضی که داره قضاوت میکنه چگونگیش خیلی تعیین کننده است برای اون چیزی که به عنوان نظر از خودش ممکنه بیرون بده و چی بده. خب تو ببین کی، یعنی من میتونم بگم شاید قبل از فلاسفه هنرمندا از راه تجربه عینی فرم، حجم، شکل به این چندگانه دیدن، یک واقعیت رو از چند زاویه دیدنی که امروز ما توی فیلم ها هم به وفور دیگه داریم میبینیم، یعنی یک شخصیت رو میذارن اون وسط و سعی میکنن که ما مثلا تو سینمای اصغر فرهادی خیلی میبینیم، خب یه نگاه کوبیستیه در حقیقت، یه وقتی هم من یادم نوشتم راجبه این، یه نگاه کوبیستیه، یعنی که یک شخصیت رو میذاره اینجا این شخصیت اگر که از دید قاضی شخص مثلا دزد باشه، از دید بچه یه پدره، از دید همسایه یه همسایه است، از دید شهرداری شهرونده، از دید قاضی هم خب یه خلافکاره. حالا این که تو
ما چگونه این شخصیت رو مثل موزاییک به قول داریوش آقایان، با این شخصیت موزاییکی، این موزاییک‌ها رو کنار هم بچینیم و ازش هویت در بیاریم، که من اونجا تو اون بحث هویت اشاره کردم به هویت‌های به اصطلاح موزاییکی در حقیقت، خورده هویت یا هم چیز خورده هویت ها، بله، که برایند اونا رو ما ممکنه به هویت یه شخص بدونیم. خب اینا جابجا میشن، اینا کم و زیاد میشن، اینا تغییر، و به همین دلیل هم قضاوت راجع بهش خیلی سخت میشه واقعا. واقعا دیگه یاد یه شعری از حافظ میفتم، یادم بیاد تو صحبت ها میگم، خیلی جالب این رو میگه حافظ. منظوری که ما میبینیم همونطور که تو اشاره کردی، یک حقیقت، یک واقعیت، یک حقیقت در یک شرایط تاریخی اتفاق میفته، مثل که زمانش میرسه، و این تأثیرش رو ما میبینیم روی هنر، روی فلسفه، روی جامعه شناسی، روی ادبیات، چه میدونم ادبیات هم به عنوان بخشی از هنر یا هر حوزه معرفتی انسان میذاره. و این خیلی اتفاق مهم و جالبی هستش واقعا. و خب آره، در حقیقت یک چند وجهی و چندگانگی رو ایجاد میکنه که اون وقت خودآگاه شدن بهش خیلی میتونه آموزنده باشه واقعا. دقیقا. و الان من فکر میکنم بعد از، مخصوصا بعد از فیزیک کوانتومی و فیزیک استرینگ تیوری و اینا، این قسمتی که الان همطور هم داره بیشتر پیشرفت میکنه، حتی اگه نگاه بکنید روی سینما چقدر اثر گذاشته. اصلا کارهای بعضی رو آدم میبینه، مثل فیلم های آقای کارگردان هست نولان، من حتما تو ایران همه آشنان دیگه، مثلا اینسپشن یا اون کار بعدیش که خیلی کار داره، و این اوپنهایمر هم باز ایشون ساخته بود. بله ندیدم، خیلی تعریفش رو شنیدم، خیلی کنجکاو هم که بتونم. خیلی خوش اومد، خیلی خوب بود، خیلی. من نمیدونم اون کارهای دیگرش رو دیده بودم، دقت نکرده بودم که این همون کارگردانه، ولی حالا برای من قضیه جا افتاد، او این همون آدمیه که حتی اینترستلار هم اون ساخته بود. در مورد چیزه، در مورد رفتن انسان ها به کرات دیگه و وارم هول و چی بهش میگین، کرم چاله ها و اینا، فارسی داستانیه که من اینا رو خیلی بلد نیستم. برحال چیزی که نگاه میکنیم اینه که هر چقدر که انگار خدا، هم خودآگاهی هم آگاهی مشترک، اون خرد مشترک جمعی، هر چقدر که این داره تغییر میکنه، ما نموداش رو همه جا داریم میبینیم. زمان تاریخشون میرسه دیگه، مثل این که زمان تاریخه. مثلا من همیشه فکر میکنم این روزا که انسان داره یک گذر تاریخی بر یک سری ساختارهای سنتی اجتماعیش میکنه، حتی تو زندگی های خانوادگی، حتی تو روابط خانوادگی، حتی تو روابط، یک گذر تاریخی داره اتفاق میفته که هر چقدر آدم این رو درک بکنه و بپذیرتش، بهتر میتونه با شرایط کنار بیاد، بهتر میتونه شرایط رو درک بکنه، و طبیعتاً اون میتونه این اتفاق، این مقطع میتونه روی ابعاد مختلف فرایند خلق یا ذهن انسان‌ها در حقیقت تأثیر بذاره، و محصولی که بیرون میده هم که گویی در وقتی شاید در یک مقطع تاریخی خیلی تأثیرش رو آدم بتونه پیدا بکنه توشون. صد درصد.
الان شما اینه که داشته میگفتی من یاد این افتادم. من این تجربه با پدرم داشتم. پدرم تحصیلاتش رو ادبیات بود. بعد من و ایشون با هم یه بحثی داشتیم در مورد شعر نو به خصوص کار سپهری و شعری که ایشون بهش علاقه داشت. یه نکته‌ای که بهش اون موقع من اینو متوجه شدم و الان هی بیشتر و بیشترم برام جا میفته. خدا رحمتش کنه، ایشون میگفتش که خب این آخه داره چی میگه؟ میگفتم بیشتر از این که چی میگه شما ببینین آیا این تجربه رو میتونین داشته باشین؟ چون مسئله دیگه مفهوم و تشبیه و اینا نبود. شعر سپهری رو وقتی شما تجربه کرده باشی میفهمی چی میگه، ولی اگه بخوای بفهمیش فکری جا نمیفته. و خیلی از اشعار نو رو که وقتی نگاه میکنیم، و این دقیقا یعنی اینه که چی؟ زندگی آبتنی کردن در حوزه اکنون است، رختها رو بکنیم. تنها جوری که شخص میتونه اینو حس کنه موقعیه که تجربهش کنه. دقیقا. اما جا من در مورد این که گفتی که مثال خیلی آرتیستیک دارم و اون پشت هیچستان است. پشت به قدر این پشت هیچستان، حالا من پردیم میبینم، من یه کارهایی دارم که تا میبینم میگم پشت هیچستان است. یعنی به قدر قابل حس کردن هست واقعا، و توی به نظر من توی نقاشی، حالا تجربه من چون تو مربوط به نقاشیه میگم، توی نقاشی انقدر این پشت هیچستان قابل لمسه و حضور داره و تعیین کننده هست. خیلی مواقع فضاهای مثبت، فضاهای منفی، فضاهای خالی، فضاهای پر، نمیدونم فضاهای تعیین، و این همونطور که گفتی آدم میبینه در حقیقت یک حقیقت، مثل این که حالا سهراب مثلا با کلمه گفته، یه نقاش تو نقاشی، یه موسیقیدان تو موسیقی، یه فیلمساز، یه کار تئاتر با سکوتش بارده. همه اینها رو وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که از یک حقیقت دارن سرچشمه میگیرن و بیان میشن. برای همین هم هرچقدر من فکر میکنم ما تجربیاتمون رو یاد بگیریم، ولو ناقصه، ولو الکنه، ولو این که چی باشه، با هم گفتگو بکنیم، با هم در اختیار هم دیگه بذاریم، خصت به خرج ندیم، یا ترس برامون نداره از مورد ایراد قرار گرفتم. مورد من توی آموزشایی که میدادم همیشه به هنرجوام میگفتم، میگفتم یکی از دلایلی که نمیتونین کار کنین ترس از شروعه. ترس از شروع باعث میشه، ترس از این که نبادا من اشتباه بکنم، نبادا کامل نباشه، نبادا. همیشه بهشون گفتم شما اگر اولین یاد، چون من دیدم مثلا حالا با غیر مال خودم میگفتم شما اگر اولین دستخطای یه شاعر رو نگاه بکنین خندتون میگیره و باور نمیکنین که این تبدیل به اون شعری شده که شما از اون شاعر خوندین مثلا. یا اولین اتودای یه نقاش رو ببینی باور نمیکنی که اینها ممکنه منجر به اون اثر هنری شده که توی نمایشگاه نشون داده میشه. و چون هنرمندا همیشه اون نتایج قایی مورد انتخاب خودشون رو نشون میدن و بدجنسی میکنن اون اتودای اولیه رو نشون نمیدن، اون ناشیکاری ها و اونا رو نشون نمیدن، همیشه مردم فکر میکنن این آثار هنری به طور کامل بهشون وحش شده. نمیدونن حاصل یه دوره تجربه و غلط کار کردن و اصلاح کردن و خط زدن و نوشتن و دوباره تصحیح کردن شده اون نتیجه. بابا دقیقا یکیش اینه، یکی هم درست نقطه مقابلش از اون طرف بهترین نمونهش به نظر من پیکاسوه. ببین این آدم چقدر جرأت داشته وقتی کارهای قدیمشو، کارهای
کلاسیکی که داره دیدی با چه دقتی اینا رو ساخته. یعنی اصلا آدم فکر نمیکنه که این بلد بوده از اینا بکشه، اینا رو کشیده. بعد نکته اساسی اینه که این در رشد شخصیتی خودش به کجا رسیده که تونسته حاضر باشه تمام اون گذشته و وابستگی رو رها کنه و اجازه بده این بخش وجود خودش بیاد بیرون. چه جرأت میخواد. و خیلی من پیکاسو رو البته از چیز جدا میکنم و سالوادور دالی با این که بسیار استاده، ولی از نظر من او خیلی آگاهانه و قالتاق کاراشو داشته میکرده. دوتا رو با هم قاطی نمیکنم. ببخشید اگه من یه جسارتی کردم. نه خواهش میکنم، ما اون چی که تا الان با هم صحبت کردیم بیشتر در حول و حوش قضیه ناظر ذهنی و هویت هنری بود. خود موضوع خیلی مورد بحث و گفتگو که ببینید اصلا موضوع چی بوده که حالا من و تو رو به این نتیجه گیری ها رسونده، هنوز خود موضوع رو واردش نشدیم یا صحبت نکردیم. من امیدوارم که همین مقدار که حالا حول و حوش هم صحبت کردیم تونسته باشه یه مطالبی رو روشن کرده باشه و توضیح بده. به هر حال من حاضرم در خدمتم اگر که توضیح فکر میکنی تو بخشا، تو این دو بخش، یکی هویت هنری توضیح بیشتری اگر لازم داره، یا ناظر ذهنی اصلا موضوع چی بوده و اینا، با هم میتونیم بازم صحبت کنیم. ما میتونیم اینو بذاریم به عنوان مقدمه دستگرمی. بعد برگردیم بریم سراغ هویت هنری که شما اشاره کردی و بعدم ناظر ذهنی. انشالله بعد ضبطای دیگه داشته باشیم و اینا رو بتونیم در میون بگذاریم با عزیزان. در خدمتم، خیلی هم خوشحال میشم، برام خیلی آموزنده بود و همچنان هم آموزنده خواهد بود. ممنون عزیزم، خیلی متشکرم. متشکرم این فرصت رو به من دادید.